دستتون درد نکنه، میل ندارم. تو میل نداری، اون که داره. این بخت برگشته چی داره که؟ تو بچه جنگی، از موشک و گله که بدتر نیست. مطمئنم از پسش برمیه. بیا. انگار مهر آوارگی خورده رو پیشونیم خانم. پیشونی نوشتی در کار نیست نسا جان. زندگی هر کی دست خودش. خوب از به بسم الله ما میدونی خانم جان. همه چی درست میشه. گفتم که ما کمکت میکنیم. حالا میوه‌تو بخور. چشم. خدا از خانومی کمتون نکنه. اما حرف یه عمره، یه روز دو روز نیست. هنوزم میگن راهش نیست. گره‌ای که با دست میشه رو با دندون باره میکنن یه جان. حلال کنین آقا. میدونم شما راضی نبودین باهاتون بیام. سربارتون شدم. سربار کدومه؟ به نظر من که خدا آدم ها رو همینجوری بی دلیل سر راه هم نمیذاره. منم میخوام بهت کمک کنم. اما از راهش. اگه از پزشکی قانونی نامه میگرفتی. چی میگی امیرعلی؟ بشینه برای دلش باز شکایت هم بکنه. اینجوری که بفهمه باز کتککاری را میندازه. همیشه هم که به خیر نمیذاره. ممکنه تو این کشمکش خدا نکرده سی بلای سر بچهش بیاد. ببخشید شما که اینقدر با هم گرفت و گیر داشتین. چه بچه دار شدین؟ ما این چه حرفی میزنی؟ به دل نگیم نسا جان. امیرعلی بیشتر به خاطر پدرش قلقش تنگه. اول زندگی ما روزای خوش هم داشتیم آقا. ولی چی بگم؟ اولش همین زن و شوهر رو شیر و شکرن. بعد کارد و پنیر میشه. نه من میل ندارم. ببین امیرعلی تو الان باید خوشحال باشی که پدرت سکته رو رد کرد. تدبیر کند بنده، تقدیر کند خنده. تدبیر کند بنده، تقدیر چی؟ نسا امیرعلی یه دقیقه نگه دار، نسالش خوب نیست. بیام باقا. چی زندگیمونو اینجوری میذاره کف دستش؟ کف دست کی؟ تدبیر کند بنده، تقدیر کند خنده. داستانش چیه؟ هو شعر تفسیر میکنی؟ زندگی خودشو میگه بابا. بگو جون امیرعلی بهش چیزی نگفتم؟ خب گفته باشم. آدم باید با یکی درد دل بکنه دیگه. با کارگر خونت؟ مگه من خودم کیم؟ امیرعلی تو بی خود از خانوادت شاکی هستی یا تو هم مثل اونایی؟ معذرت میخوام. نگرانی نه؟ برای چی؟ برخورد با خانوادم بگیرم. نه ولی خب دلم میخواست تو موقعیت بهتری منو میدیده. اگه گفتم نیاد با این وضعی هم که داری حضرت موجه بود. حالا که اونا رضایت دادن منو ببینن درست نبود من پا پس بکشم. مامان وقتی شنید پا به مایی خودش اصرار داشت که نیاد. راستشو بگو امیرعلی واقعا خوشحالن از این که من حاملم؟ با وجود این که زنگ زده بود خبر سکته بابا رو بده ولی خب معلوم بود از این بابت هم خیلی خوشحالم. من بیشتر از خودم برای بچه‌مون خوشحالم. دلم خواست وقتی به دنیا میاد همه دور و برش باشن. چشمش رو بی کسی بانش. بیچاره. من میفهمم اون چی میکشه. اون داره دیوونگی میکنه. تو نه. منم اگه جای اون بودم همین کارو میکردم. شوهرش اگه بفهمه پدرمونو در میاره. برای چی؟ ما فقط یه جا براش میگیریم. چجوری میخوای ثابت کنی زیر پاش ننشستی تو فراریش ندادی؟ وا. مگه زندونیه من میخوام فراریش بدم؟ تازه باید از همون تشکرم بکنه که نذاشتیم زنش آواره کوچه خیابون بشه. آره حتما با دست گلم یا تشکر ساده یا سمیه یه بار از جاوید قرار کرد اومد خونمون جاوید شاکی شد که نباید راش میدادیم. شما به حرف اون سمیه رو بیرونش کردیم. اون موضوعش فرق میکرد. موضوعش هرچی که بوده مثل نسا جون خودش و بچهش تو خطر نبوده. اگه جون ما که نمیدونیم قضیه اون و شوهرشی اصلا کجا معلوم به ما راستشو گفته باشه. ول کن دیگه امیرعلی تصمیمیه که گرفتی. تو گرفتی نه من. ده صندوقو بده یه ذره آب بردارم برم دست و صورتشو بشور.
خطری؟ بیا. آقا از من خوشش نمیاد، درسته؟ چجوری به این نتیجه رسیدی تو؟ نمیدونم، میفهمم انگار راضی نیست من با شما. نه اینطوری نیست، من فقط یکم نگرانم. مال خورد و خوراک نیست، همیشه تو جاده دل و رودم میپیچه به. مگه تو از بچگی با بابا دائم تو جاده نبودی؟ چه یادتونه خانم؟ آره تو جاده قد کشیدم ولی خونه کردم بهش. دلم میخواست یه جا سر و سامون بگیرم که مثل اینکه قسمت هم نیست. دوباره آیه یس نخونا، برای هر مشکلی بالاخره یه راه حلی پیدا میشه. بذارش کنار چشات داغون میشه. کی تو ماشین بافتنی میبافه؟ از حفظ میبافم، نگاه نمیکنم که. پنچر کردیم. خب حالا طوری نشده، زاپاس که داری عوضش میکنیم دیگه. باید جلوی ماشین رو بگیریم بیاد کمک. چرا یه ماشینه دیگه خودمون؟ من تا حالا زاپاس ماشین عوض نکردم. خب از وقتی خریدمش تو این دو ماه اصلا پنچر نکردم. مگه تو از 18 سالگی رانندگی نمی کنی؟ چرا؟ ولی خب هر وقت که پنچر کردم بابا یکی فرستاد که تایر رو عوض کنه. آقا من بلدم، من بلدم پنچری ماشین رو بگیرم. جدی؟ از کجا؟ بابام یادم داده. تو که نمیتونی با این وضعه. خب به آقا میگم چی کار کنه دیگه. دوباره مثل موش آب کشیده میشی، مریض میشی یا؟ نه نه ترسیم، طوریم نمیشه. نمیخواد بالاخره یکی باید مثل کمک. دوتا زن هم داته، این وقت شب چه میدونی ماشینی که میخوای جلوشو بگیری کیه چیه؟ کاری نداره که آقا، بیاین تا بهتون بگم. بازم ممنون صفانو، واقعا شاکار کردیم. من که کاری نکردم، خودتون عوضش کردیم. مینو بهم گفته بود که در فستین کاش باز خونه رو خیلی حرفه‌ای آب بندی کردی، اما دیگه خیال نمی کردم. بابام کمک حال من نبود، من کمک دستش بودم. مطمئنم که شوهر تعریف زبونت نمیشه. نمیخوای روسری تو عوض کنی؟ خیست آبه. من باید بختم عوض کنم. روسری که باز شروع کردی. حالا اسم بچه تو چی میخوای بذاری؟ چی بگم مینو خانم؟ هر وقت اومدم یه اسمی بگم بهونه تراشید که حالا زوده، قبل اومدن بچه شگون نداره و از اینجور حرفای صد تا یقاز چرت و پرت. میدونست داره چه قناتی میکنه، نامرد به معرفت. مگه میخواست چیکار کنه؟ هیچ، یعنی میدونست انقدر جون به لبم میکنه تا من در رم. عیبی نداره، ما هم سر اسم کش و با کش داریم. من میگم هستی، ایشون میگه آزادی. بالاخره تصمیم گرفتیم اگه شکل باباش بود اسمشو بذاریم آزاده، اگه شکل من بود هستی، ولی کلن هستی منه این پسره. درست میگم امیرعلی؟ بابا تو هم یه چیزی بگی دیگه، چرا انقدر ساکتی؟ چی بگم؟ شما که همیشو گفتی.
آقا امیرعلی، آقا امیرعلی، آقا امیرعلی، خدا کمکت، کمک کن.
کمکت میکنم بچه تو سعی و سالم به دنیا بیاری. خیال تخت نمیذارم یه مو از سر بچت کم شه. آی خوشگله شکل خودته هستیه بچه هم قسمش هستی برم ببینم نزد برم ببینم تو نمیری مینو جون من نجاتت میدم خانم شما حرف نزنین آروم باشی خب اینجا بمونم خب بچه با خودم بزرگ کنم باش امیرعلی امیرعلی کجا رو خودم آمده به بچم باش
وسط نگذاره سعید که برای من و بچت از گرگم بدتر بودی. حالا بی خود همه رختاشو آبی خریدیم، اگه دختر شد چی؟ پسره تو بگو چه خودت دیدی که بخوای نخوای من اسمشو میخوام. ای بابا تو رو خودت از کن دیگه، بذار به دنیا بیاد بعد قایله را بنداز. چه اسمی زیر سرت گذاشتی که نمیذاری اسمی که من دوست دارم روش بذارم؟ چی بابا میگم؟ فقط بذار به دنیا بیاد بعد. وسایل بچه رو آوردن، مگه قرار نبود هفته بعد؟ آره ولی آقا مواظب باش. اینو امضا کنید دیگه. خب امضا میکنم، شما اینا رو سالم برسونید. باشه کجا باید ببریم؟ اون برا اون برا باید ببریم. این ساختمون باید ببریم. چرا اونجا سعید؟ چرا اونجا؟ بیا بریم تو من برات توضیح میدم. چی رو توضیح میدی؟ چی شده؟ این دیوونه بازیت چیه در میاری؟ من خر، من نفهم باس از اول حالی میشد. خیال کردم میخوای خاطر جمعم کنی که موندنی، که مرد زندگیم این نامرد. بیا بچه دارشیم، بیا بچه دارشیم، قول میدم سر براشم اینجوری؟ گوش کن ببین چی دارم میگم. گوش کردم که این شده حال روزم دیگه. باید حالیم میشد، این زار و زندگی، این همه تر و خوش کردن واسه چیه؟ مثلا همین فردا میریم محضر عقدت میکنم. بعدی در کار نیست سعید. برو گم شو، دروغ گوی عوضی دیگه، نمیخوام ریخت نحس تو ببینم. بس دیگه، همه دروغ میگن. تو نمیگی؟ تو به خودت هم دروغ میگی بدبخت. تو خیال میکنی من نمیفهمم؟ از رو بی کس و کاری اومدی آویزون من شدی، بعد اسمشو گذاشتی خاطر خواهی. من چی بگم به تو آخه؟ آدمی که از بچهش میگذره از همه چیزش میگذره. تو آخه چی داشتی که من آویزونت بشم؟ پیزوری؟ خیال کردم آدمی؟ آخه بدبخت، من غیر آدم میخواستم خوشبختت کنم. چجوری خوشبختم کنی ها؟ با فروختن بچه‌م؟ گرگم به بچهش رحم میکنه سعید. تو حیوونی سعید. اینقدر بچه بچه نکن، کف خیابون میخواستی بزرگش کنی؟ بشه یه بدبختی لنگ من و تو؟ پس قبل اینکه بچه داشتیم نقشه فروختنشو داشتی؟ نفروختم، من کار خیر کردم. گفتم اونا به بچهشون میرسن، من به یه پول گنده نسا این بچه پیش اونا خوشبخت میشه، آدم حسابی میشه. من با پولش میتونیم خونه زندگیمونو از این رو به اون رو بکنیم. نسا بازم ما میتونیم بچه دارشیم. من بچه خیرات نمی کنم سعید، دیگه نه خودتو میخوام نه بچه تو. دیگه بچه منو نمیخوای خب چه مرگته دیگه؟ خب میدیمش با اونا. تیکه تیکه من بکنی از بچم نمیگذرم. بابا من حرف زدم، قول دادم. هشنو ما تو خونشون چریدیم. من حیوان نیستم که بچرم، سرایداریشونو کردی. چریدن یعنی چی؟ نذاشتن آب تو دل تکون بخوره. واسه اینکه جای مادر شدن بشم بچه فروش، دندم نر مهم نیست، بازم کلفتی مردم رو میکنم پسشون میدم. خرج خورد و خوراک، خرج دوا درمو، خرج رخت و لباس، همه رو پسشون میدم سعید. مگه که از رو جنازه من رد بشی بتونی بچه‌مو بدی به اینا؟ خوب گوشاتو واکن ببین چی دارم بهت میگم. اگه بخوای دب بکنی هم خودمو میکشم هم تو رو هم بچه رو. آخه زن حسابی، من دار و ندارم دست ایناست. شناسنامه‌ام یه خروار سفته که امضا کردم، فقط اون صفدار اگه بذارن اجرا میدونی چه بلایی سرم میاد؟ تا آخر عمرم باید برم آب خنک بخورم. چطور من خام شدم؟ هنگام خانم بهمون میرسه چون میخواد بعد رفتنش پدر شوهر پیرشو بسپره دست ما. خودم دستی دستی سر خودم رو شیره مالیدم، از فلاکت و بدبختی خسته شده بودم. میفهمیدم مثل اینکه یه کاسه زیر نیم کاسه ازم رو خیال میکردم، مثل همیشه زیر جلکی داری یه غلطی واسه اینا میکنی که من خبر ندارم. اگه تو خوابم میدیدم باورم نمیشد که بخوام بچه فلک زده منو، بچه بدبخت منو. بدبختی هم واگیر داره نسا. تو فکر میکنی بچه من و تو میتونه خوشبخت بشه؟ تنها ارثی که آدمای لنگه من و تو میتونن برای بچه‌هاشون بذارن بدبختیه. کاش ما آدمای دیگه ای بودیم، از یه آقا ننه دیگه،
یه شهر دیگه از یه خراب شده دیگه. دیگه حالم داره خودم به هم میخوره. خیالات ورد نداره. برش کن. هر جا بری پیدات میکن. ازت شکایت میکنم بندازنت هلفتونی. شکایت چی؟ شکایت چی میکنی؟ خودت هم میفتی حبس بدبخ. من چرا؟ تو میخواستی بچه تو؟ تو این واسه چی کار میکردی؟ میگم بهم دروغ گفتی. میگم گولم زدی. آره به همین راحتی. اونام باور کردن. آخه بدبخ میخوای تو هلفتونی بچه بذاری؟ میخوای تو زندون بزرگش کنی؟ من اینجا نمیمونم سعید. میرم. به خدا میرم. خب بعدش با بچه دوره بیفتی گدایی؟ یا میخوای باز دوباره سیغه؟ تو خودت که تو خیابونا بزرگ شدی، بچه‌ت هم عین خودت میشه، مطمئن باش. خفه شو. در به در عوضی. من نمیذارم بچه‌مو بدبخت کنی. اگه گذاشتم دستت به این بچه برسه، داغشو به دلت میذارم. کجا داری میری؟ اصلا کجا رو داری بری؟ ببینی هر جا بری یا خودم پیدا میکنم. زندگی بدبختی لنگه من و تو اینقدر زهرماریه که فقط با دروغ شیرین میشه. هرچی میخوایی بهم بگی بگو، فقط نامرد نکن. وقتی شناختمت تو سوز سرمای زمستون و گرمای تابستون فال فروختی، شیشه ماشینا رو پاک کردی، تو خونه هر کس و ناکسی جون کندی، کار کردی، بست نیست؟ بدبختی و دربدری بس نیست نسا؟ دوروبر خودم هر کی میبینم داره خودشو میکشه بالا، هر جوری که میتونه. اصلا این کار مسابقه است. هر کی با هر چی دستش میرسه و نمیرسه داره خودشو و زندگیشو و زندگی زن و بچهشو داره میسازه. بدجوری هم داره میسازه. منو تو که نباید از قافله عقب بمونیم.
باید دستمون یه جا بند کنیم شده یه سره. یه پله بریم بالاتر. نسا من نمیخواستم تو خونه شوهرتم همین آش و همین کاسه باشه. گفتم وقتی عقدت میکنم که بیای تو خونم خانومی کنی. به خدا هر کاری کردم واسه راحتی تو کردم. گفتم با پول این بچه یه ماشین میخرم میندازم زیر پا مسافر کشه میکنه. به خدا منم بریدم از بس پادویی یه مش آدم نامرد رو کردم. بریدم دیگه به خدا بریدم. گفتم مثل آدم زندگی کنیم، یه خونه درست زمون برات کرایه کنم، عقدت کنم. گفتم ما که بازم میتونیم بچه دارشیم. اینام که میخوام بچه رو بردارم ببرن اون ورا. دیگه جلو چشمون نیست که قصه شمون خوریم. میبرنش خارج؟ آره دیگه، قراره ببرنش خارج. اینجوری واسه هممون بهتره. باش، بچه رو میدیم بهشون. دلم رضا نمیشه بیفتی حبس. فقط وقتی زاییدم بچه رو نشونم ندن. نمیخوام مهرش بیفته به دلم. نوکرتم نسا، نوکرتم، جبران میکنم واسه. فقط یه چیزی بهت میگم، نه نیار. سیغمون داره سر میاد، فردا میریم بحث رختت میکنم. باشه؟ میام نسا جان، اینا یه خورده از پولی که قرارمونه رو به هم دادن. فردا قبل محضر میریم اون انگشتر رو گردن بنده بود چشه دنبالشه، اونو برات میخرم. دستت درد نکنه.